آی وفا در مورد عدالت محیط زیستی به ما بگین که این مسئله به چه معناست چقدر در حال حاضر در ایران مورد توجه قرار گرفته و داره اجرا میشه بله ادالت در واقع اصطلاحیه که ریشش برمیگرده به جنبش های حقوق مدنی که توی آمریکا توی اواخر دهه 1960 تا 1970 شکل گرفت در واقع اشاره بود به اون بار نامتناسب آلودگی های که مردمان به حاشیه رونده شده که در آمریکا به خصوص در واقع افراد سیاهوس و آفریقای آمریکایی و همینطور کامیونیتی لاتین ها رو تحت تاثیر قرار میداد و حالا بعدها این در واقع جنبش به صورت گسترده تر در مقیاسی جهانی توی جاهای مختلف دنیا مطرح شد و نایدالتی های دیگه محیتزیستی رو هم در بر گرفت در کل اگر بخوایم به صورت یک جمله خلاصه مفهوم عدالت محیتزیستی رو بگیم به این معنی گرده که در واقع توزیع عادلانه منافع و همینطور خطرات محیتزیستی نه تنها افراد جامعه فارغ از اون بکراندی که دارن از نژادشون از قومیتشون و از جنسیتشون و غیره از منافع اون کشور و محیط اون جامعه که زندگی میکنن به صورت عادلانه برخوردار بر باشن بلکه مذرات اون همطوری نباشه که یه گروهی از خاصی که معمولا هم ضعیفتر هستند و امکان سختری دارن برای مقابله با اون سختی ها بیشترین آسیب رو ببینن و توی ایران هم اگر بخوایم نگاه بکنیم خب متاسفانه از تمام سیاست هایی که توی این 44 سال گذشته حداقل پیش رفته آسیب بیشتری به گروه های در حاشیه مانده در واقع جامعه زده اگر شما مثلا نگاه بکنید میان کارخونه های صنایع سنگین رو توی مناطق مرکزشین ایران تاسیس میکنن بعد برای تهیه آب اونها مثل مثلا زوباهن یا کارخونهایی که توی یز و اسفان هستن برای تهیه آب اونها میان میرن سراغ اون مناطقی که در واقع محروم تر بودن از قصد محروم نگه داشته شده بودن و در واقع منابع آب اونها رو منتقل میکنن با لوله هایی که اثرات محتزیستی مخربی روی اون جامعه ها یا اگر نگاه بکنیم به وضعیت خوزستان که احتمالا ثروتمندترین استان ایرانه ولی از جهت منابع آبی با بحران رو و یکی از پر آبترین های ایرانه ولی به صدهایی که ساختن و انتقال آبهایی که بوده از استان خوزستان خوزستان دچار بحران بی آبیه و یا سیستان و بلوچستان که باز شبیه همینه این آسیب های محیط زیستی که در ایران هست الان چه ابعادی داره به طور کلی از لحاظ سلامت زیست بوم و برای تمام موجودات که انسان هم شاملش میشه و اقتصاد معیشت مسائل اجتماعی زنان اقلیت جنسی و قومی مخصوصا و افراد دارای معلولیت برای همه اینها آسیب های که توی ایران هست به اون چیزایی که توی این چهار دهه بر سر ناکارآمدی در حاکمیت اتفاق افتاده آ... موارد زیادی مشخص ترینش که میدونیم همین بحران آبه یعنی اگر من بخوام به صورت مثلا یک کیس اشاره بکنم بهش اون چیزی که توی ارومیه اتفاق افتاد با ساختن صدها و با توسعه کشاورزی یعنی برای چهار دهه به دلیل اینکه یک سیاست کلی بر حکومت حاکم بر ایران بود که ما میخوایم دور کشور رو دیوار بکشیم و ما میخوایم به صورت خودکفا باشیم برای تولید گندم و محصولات کشاورزی و غیره و این سیاست زمین ایران که آماده نیست برای خودکفایی و پاسخگوی تولید محصولات کشاورزی برای این جمعیت نیست رو زمین ایران رو در واقع تباک کرد. اگر شما به ارومیه برگردین به دلیل بسته شدن در واقع اون حقابه دریاچه ارومیه دریاچه خوش شد و اون در واقع گرد و غبار نمکی که بالا میشه رو زمینای کشاورزی میشینه و زمینای کشاورزی هم که ایجاد شده بود در چند سال آینده به ترتیب خوش میشه و حتی الان گزارش هایی که هست از روسته های اطراف دریاچه ارومیه که آمار سرطان خیلی بالا رفته به دلیل همون در واقع ریزگردایی که تو پخش شده این یه مسئله آبه. یعنی مسئله که سفره های آبای زیر زمینیمون خوش شده به دلیل سیاست های اشتباهی که حاکمیت برای تولید در واقع محصولات کشاورزی و به اصطلاح خودکفایی در نظر گرفته بود و همینطور از جنبه بین هم خب میبینیم که اون بحران آبی که برای در واقع هیرمند و دریچه هامون هست به دلیل ناکارآمدی حاکمیت به دلیل اینکه حتی ضعیفترین حکومت‌های حکومت منطقه اطرافمون هم در واقع توان حکومت ایران توان مقابله باشون توانه توان این که بخواد حقابه در واقع دریاش ایران رو ازشون بگیره نداره و میبینیم که اون اتفاقی برای هامون اتفاق افتاد پس مسئله آب من فیلم کنم مهمترین بحرانمون هست ولی خب مسئله دیگه هم مثل حیات وحشمون چون اشاره کردیم به غیر انسان و در واقع وقتی که زی... از... اون در واقع اکوسیستم یا اون منطقه بوم زندگی گونه های دیگر نابود بکنن که همطور که میبینیم توی مناطق مختلف کشور با جنگل با از بین بردن در واقع اقلیم ها این کار کردن گونه ها طبعا به سمت انقراض و از بین رفتن میرن و همطور که میبینیم با این مسئله هم سیاسی برخورد میکنن یعنی اکتیویست های ما که از جون و دلشون مایه گذاشته بودن برای یوز ایرانی میبینیم که الان نزدیک فکر میکنم پنجمین سالی که توی زندان هستن مسئله حیات وحش هم سیاسیه مسئله آب هم سیاسیه یکی دیگه از مسائل مسئله بهره برداری بی روی از منابع طبیعی کشور که هم از جنبه باز کشاورزی و فرهنگ شده کردن خاک و اون کشاورزی هم صادر میشه کشور دیگه یا مثلا شما میبینید که توی ایران میان هندوانه تولید میکنن و اکثر هندوانه های صادراتی به کشورهای در واقع جنوب خلیج فارس رو از ایران میبرن و هندوانه که یک محصولیه که آب میزان به میزان خیلی زیادی آب لازم داره یعنی اون در واقع دوباره بهره برداری بی روی از منابع آبی و منابع خاکی و یه موضوع دیگه آلودگی هواست من متولد شهری هستم که از کودکی با این مسئله روبرو بودیم یعنی به دلیل این صنایع آلنده که نزدیک شهرها تاسیس کردند. و من خاطرم از سال 84 در دوره احمدی نژاد اومدن باز به دلیل تحریم ها سیاست های غلطشون بنزین داخلی تولید کردن که کیفیت بنزینی که وارد میکردن رو نداشت و اون باعث شد که میزان سرطان توی اون شهر در شهر عراق و مناطق اطراف به شدت بره بالاتر و الان هم سال هاست که برای نیروگاه های منطقه هم در استان مرکزی که من میدونم و هم از جاهای مختلف کشور از سوخت مازوت استفاده میکنن که بسیار سوخت ناسالمی هست و آلودگی ذراتی که تولید میکنه با دوباره منجر به بیماری های قلبی و تنفسی توی بین مردم توی شهرهای مختلف ایران شده در مورد دریاها چطور چه دریای شمال و چه دریای جنوب و برداشت های که میشه از دریاها مجوز هایی که داده میشه برای ماهیگیری و سیدهای خیلی زیاد این چه تاثیر داره روی اکوسیستم میذاره دقیقا همون در واقع اشاره کردیم به سید گسترده که مجوزهایی که دارن میدن به کشورهای دیگه که بیان در واقع لایه برداری بکنن دریای ایران رو و هر گونه گونه که اونجا هست حالا به اصطلاح میگن بایکچ یعنی اون چیزی که اون در واقع ماهی نیست و گونه دیگه ای رو بعدا شاید برگردونن به دریا ولی خب اون تأثیرش رو دیگه از دست میده یعنی اکوسیستم رو آسیب رو بهش وارد کرده و باز اگه بخوایم برگردیم به اون عدالت محیط زیستی کاری است که دارن با مردم اون منطقه میکنن مردمی که از جنبه های مختلف در واقع جلوشون برای دسترسی به اه اه یک زندگی سالم و کارآمدی که شایستش هستن گرفته شده و شاید تنها راه ابراز در ابر معاش زندگیشون از طریق ماهیگیری باشه حالا با حکومت اومده این رو هم ازشون گرفته حالا دریاها هم این مسئله است و هم طرحهای عجیبی که در واقع دارن بلند پروازی هایی که مثلا انتقال آب از نمیدونم خلیج فارس به نمیدونم مثلا فرض کنید کبیر مرکزی ایران که فکر نمیکنن که این چه تاثیرات بدی روی اون اقلیم میذاره و این آب شور رو میخوان وارد کشور بکنن و اگر ما بیایم بگیم حالا میخوان بر فرض محال بیان در واقع آب رو تصویر بکنن شیرین بکنن این اتفاق متاسفانه داره توی کشورهای عربی خلیج فارس باشه خلیج فارس میفته و اینها اومدن آب شیرین کن هایی تاسیس کردن که در واقع خب اون میزان نمکی که باقی مونده داره برمیگردن به دریا و این غلظت و شوری آب منطقه رو داره میبره بالا و با تاثیرات خیلی مخربی داره حالا ایران هم بخواد توی اون قدمی برداره و نکته ای که در مورد دریای خزر وجود داره مثلا در واقع اون جزیره آشوراده است که اینها Uh, توی اون منطقه میانکاله که این منطقه اکوسیستم بسیار بکری هست اینا آمدن میخوان پتروشیمی و اگر شما کن پالایشگاه تاسیس بکنن یا مثلا فرض بکنید که در واقع جاده که میخوان از سمنان به سمت گرگان بکشن و از بین یکی از بهترین جنگل های ایران که در واقع درختان جنگل های هست رد میشه یعنی از هر جنبه که نگاه بکنید از دریا از درخت از رودخونه از منابع آب زیرزمینی و از گونه های وحش من فکر که uh, کم نذاشتن برای نابود کردن ایران با تمام این توصیف ها آینده محیط زیستی ایران رو چطور میبینید؟ اگه جمهوری اسلامی برسرکار سرکار نباشه آیا این آسیب ها قابل جبران هستن؟ چه مواردش قابل جبران چه مواردش نه؟ چه مواردش در کوتاه مدت یا بلند مدت یا آیا آسیب های غیر قابل جبرانی هم وارد شده؟ صد درصد آسیبای باید قابل جبرانی وارد شده مثلا نمونهش همون دریاچه ارومی است که شاید واقعا باید اون خیلی غمناک دردناک این قضیه ولی مثل درچهی آرال که توی آسیای مرکزی سالها پیش در دوران شوروی نابود شد در میگم همینه یعنی شاید بشه دیگه گفت که مثلا حتی در ایدئال حالت تبدیل بشه به یک طالب فصلی که در فصلهایی که بارندگی زیاده مثلا در میگه پرابتر باشه و در یک فصلهایی هم که توی تابستون و ابتده هست در واقع شاید در اون شکل گذشتش دیگه ایش بر نگرده خب خیلی از کارا هم هست که در واقع میشه جلوشون رو گرفت یعنی اولین قدمی که بخواد پیش بیاد در یک ایران آزاد دموکراتیک اینه که یک نهاد چهارمی رکن چهارمی تأسیس خواهد شد تأسیس باید بشه که نظارت بکنه روی قوانینی که تصویب میشه روی در واقع برنامه ریزی های حکومت و در واقع اون میشه یک اهرام نظارتی برای محیط زیست و در یک ایران آزاد وقتی که رابطه کشور با دنیای آزاد در واقع فراهم شده مثلا توی یه منطقه مثل ارومیه تمرکز درآمد مردم نمیره روی کشاورزی حالا که میتونه بره روی توریست روی در واقع چیزهایی غیر از کشاورزی خیلی از مناطق ایران الان در وضعیتی هست که باید درآمد مردم از کشاورزی موف سویچ بکنه به سمت در واقع درآمد توریسم و خدماتی و من فکر میکنم که با وجود اینها این اتفاق نخواهد افتاد ولی در فردای رفتن اینها این گزینه فراهم خواهد بود برای همین فکر میکنم خیلی از اون آسیب هایی که در واقع حداقل هنوز میشه به صورت کوتاه مدت جبرانشون کرد راه برای ترمیمشون وجود داره ولی خب اینو هم باید پذیرفت که احتمالا یه, یه چیزهایی که نابود شده صفرهای آبهای زیرزمینی دریاچه هایی که خوش شده و خب حالا این هم باید گفت که یه مقداری شاید 20 تا 30 درصد هم مثلا در دو در چه ارومیه تاثیر گرمایش زمینه 70 تا 80 درصد چه قامارایی که هست ناکارآمدی اینها و نمیشه توقع داشت که همه چیز برگرده فرض کنیم به چهار دهه گذشته و نکته آخرم فهم می‌کنم که بحث آموزش یعنی در تمام 44 سال گذشته ما هیچ گونه آموزشی در این مورد دریافت نکردیم حتی اهداف 17 گانه توسعه پایدار سازمان ملل که به اسم سند بیستوسی توی ایران میشناسنش وقتی چند سال پیش مطرح شد و اگر شما کام توی دوره دولت حسن روحانی بود که میخواستن اینو یک قسمت هاییش رو بگنجونن توی برنامه درسی به شدت خامنه ای آقای خامنه ای مخالفت کرد با این و در واقع حالا چون توی این اهداف به در واقع آموزش جنسی و جنسیتی توسعه فرهنگی و این چیزها اشاره میشه خب اینها در واقع اومدن ترسیدن از اینکه بخواد یه همچین سندی که در واقع اهداف 17 گانه ای که سازمان ملل برای توسعه پایدار در کشورهای دیگه تعریف کرده ترسیدن از اینکه بخواد این سند در واقع آموزش داده بشه و این هم اضافه بکنم در ایران آزاد آینده یکی از کارهایی هم که باید انجام بشه تمرکز زدایی یعنی تصمیم گیری از مرکز کشور منتقل بشه به تصمیم گیری در مناطق و قطعا این خیلی تاثیر خواهد گذاشت وقتی که شما یک نفری توی مرکز کشور نشسته و تصمیم میگیره که من خاطرم هست زمانی که دولت خاتمی اومد و در واقع رئیس جمهور شد این طرح انتقال آب حالا من درک میکنم که به دلیل اینکه خب مردم هستن باید به حال تمهیداتی اندیشیده بشه ولی طرح انتقال آب از یک شهر به شهر دیگه به دلیل اینکه رئیس جمهور مال اون شهر این اتفاق توی دوره حسن روحانی هم برای سمنان افتاد در واقع و اگر تصمیمات از حالت مرکزی و در واقع حالتی از با... چیزی که از بالا دستور بشه تغییر بکنه فیلم کنم خیلی تأثیر خواهد گذاشت به اینکه اون مردم منطقه بتونن تصمیم بگیرن در مورد محیط زیست منطقه.